درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز چهارشنبه 4 اکتبر 2023 میلادی برابر است با 12 مهر ماه سال 1402 خورشیدی. بر اساس اطلاعات منتشر شده، آرمیتا گراوند در بخش ICU بیمارستان فجر نیروی هوایی تهران در حالت کما قرار دارد و پدر و مادرش تنها چند بار از پشت شیشه او را دیدند. یک منبع نزدیک به خانواده گراوند گفته است که در همان روز 9 مهر ماه که آرمیتا به بیمارستان منتقل شده، پدر و مادرش دست کم 3 ساعت به یک نهاد امنیتی منتقل و تحت فشار و تهدید قرار گرفتند. همچنین دو دوست همراه آرمیتا گراوند در مترو دست کم 5 ساعت در بازداشت بودند و همکنون نیز برای سکوت درباره علت اصلی آسیب وارد شده به آرمیتا و تکرار روایت حکومت مقابل دوربین تحت فشار هستند. یک منبع مطلع به نقل از شاهدان عینی که با آرمیتا به بیمارستان رفته بودند گفته بود که هنگام ورود 3 دختر دانش آموز به ایستگاه مترو، چند مأمور به آنها که حجاب اجباری بر سر نداشتند تذکر دادند و بعد از درگیری لفظی یکی از مأموران آرمیتا گراوند را هل داد. آرمیتا گراوند در حالی همچنان تحت تدابیر امنیتی در بیمارستان نظامی فجر تهران بستری است که طی 2 روز گذشته بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره وضعیت این دختر 16 ساله ابراز نگرانی کردند. آنالیلا بایربوک وزیر امور خارجه آلمان هم جدال او را با مرگ به دلیل بیرون بودن موهایش غیر قابل تحمل دانست. او به اقدام خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا در مصاحبه تصویری با پدر و مادر آرمیتا گراوند که فعالان آن را اجباری و در راستای تلاش حکومت برای بیان روایت خود از ماجرای پیش آمده توصیف کردند، واکنش نشان داد و گفت جای آنها جلوی دوربین نیست. آنها حق دارند که در کنار بالین دخترشان باشند. هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه 12 مهر ماه گزارش داد که زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد، در 16 سال از حبس خود به رغم کم بینایی شدید ناشی از پیشرفت بیماری ناخنک چشم و ابتلا به بیماری های کلیوی و گوارشی، از رسیدگی مناسب پزشکی محروم مانده است. خانم جلالیان که از او به عنوان با سابقه ترین زندانی سیاسی زن در ایران نام برده می شود، تا 16 سال گذشته از حق مرخصی برخوردار نبوده است. در این ارتباط مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته امکان ملاقات با خانواده اش را به اعتراف به صحت ادعای آنها درباره پرونده این زندانی و همچنین اظهار ندامت او مشروط کرده بودند. مقامات قضایی در سال 99 بدون ارائه دلیل مشخص محل نگهداری او را از زندان خوی تغییر دادند و در طول 8 ماه بعد از جابجایی او به زندان‌های قرچک ورامین، کرمان و دیزل‌آباد کرمانشاه، سرانجام زینب جلالیان را به زندان یزد منتقل کردند. زینب جلالیان اهل ماکو در اسفندماه سال 1386 بازداشت شد و در دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک به اعدام محکوم شد، اما سپس این حکم با 1 درجه تخفیف به حبس ابد تغییر یافت. خبرگزاری رفنا به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که حیدر حیدری 15 ساله پسر عمو، برادر شوهر و همدست قاتل مونا حیدری به خاطر عذاب وجدان و از یاد نبردن چهره مونا در هنگام مرگ خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی خود پایان داده است. مونا حیدری زن جوان اهل اهواز در بهمن ماه سال 1400 به دست پسر عمو و همسرش سجاد حیدری سر بریده شد. حیدر حیدری متهم ردیف دوم در زمان مشارکت در قتل همسر برادر و دختر عمویش تنها 13 سال داشت و با رضایت اولیای دم از جنبه عمومی جرم به 45 ماه حبس تعزیری از بابت معاونت در قتل عمدی محکوم شد. سجاد حیدری متهم ردیف اول هم از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل 7.5 سال حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به 8 ماه حبس محکوم شد. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، درباره لغو مجوز چند کارشناس رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران گفت:
بازداشت اخراج نشده. سه کشور اروپایی که رفتار سیاسی تند علیه جمهوری اسلامی ایران دارند، بازداشتان آنها را از لیست حذف کردیم. محمد اسلامی بعد از جلسه هیئت دولت در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 127 بازداشت تایید شده در ایران دارد. این چند نفر عددی نیست نسبت به کل بازداشت‌هایی که در ایران دارد. آقای اسلامی در توضیح آنچه رفتار سیاسی و عملیات روانی این سه کشور اروپایی توصیف کرد، گفت فشار آنها این است که ایران یک طرفه تمام مفاد برجام را انجام بدهد و آنها هیچ کدام از تعهدات خود را انجام ندهند. اشاره رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میتواند به بریتانیا، فرانسه و آلمان باشد که از جمله کشورهای حاضر در توافق هسته‌ای سال 2015 هستند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 25 شهریور ماه اعلام کرد که ایران چند کارشناس با تجربه این نهاد را از فهرست بازرسانی که برای آن کشور تعیین شده اند حذف کرده است. بلندان عجبان در این لحظه توجه شما را به پنگ های بازرگانی جلب می کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند،
خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارند. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب میکنم. دادگستری خوزستان در اطلاعیه‌ای گم شدن یک دکل نفت در این استان را رد و توضیحاتی در این باره منتشر کرده است. در این اطلاعیه گفته شده که این دکل متعلق است به شرکت سپنتا بین الملل، یک شرکت خصوصی پیمانکاری در زمینه دکل‌های حفاری که در سال‌های 1392 تا 1395 قرارداد عملیات حفاری جهت حفاری چاه‌های شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب را بر عهده داشته است. دادگستری خوزستان می‌گوید این شرکت بعد از پایان قرارداد به اخطارها برای انتقال دکل توجهی نکرده و مقام قضایی در اقدامی پیشگیرانه و برای جلوگیری از تخریب و سرقت دکل دستور جابجایی را داده است. گفته شده که این دکل که در 70 کیلومتری جاده اهواز به هفتگل نصب شده بود به یکی از انبارهای شرکت نفت انتقال داده شده است. پیش از انتشار اطلاعیه اخیر دادگستری خوزستان، جواد اوجی وزیر نفت ایران در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته بود که این دکل نه متعلق به بابک زنجانی و نه متعلق به دولت، بلکه مربوط به شرکتی خصوصی است و مدتی رها بوده است. سخنان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی علیه تلاش ها برای عادی سازی روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی با واکنش اسرائیل و آمریکا همراه شد. نخست وزیر اسرائیل گفت که تهران توانایی جلوگیری از روند صلح در منطقه را ندارد و وزارت خارجه آمریکا هم بر نقش کشورهای منطقه در مقابله با تهدید ایران تاکید کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه 11 مهر ماه ضمن تاکید بر ناتوانی جمهوری اسلامی در جلوگیری از روند عادی سازی روابط کشورش در منطقه گفت در حالی که رژیم ترور خامنه ای کشتار و نابودی می کارد، اسرائیل در حال پیشبرد پیشرفت و صلح است. نتانیاهو افزود همانطور که ایران مانع دستیابی اسرائیل به توافق ابراهیم نشد، ما را از گسترش بیشتر دایره صلح به نفع شهروندان اسرائیل، مردم منطقه و در کل بشریت باز نخواهد داشت. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم در واکنش به سخنان خامنه ای گفت رژیم تروریستی قاتل در ایران قبلا موفق شده چندین کشور تحت کنترل خود را از هم بپاشاند و اکنون تلاش می کند که با تهدیدهای توخالی تلاش ها برای صلح را تخریب کند. و دان پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در نشست خبری خود در روز سه‌شنبه در واکنش به اظهارات علی خامنه ای گفت واشنگتن به دیدگاه خامنه ای در این مورد علاقه ای ندارد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در تماس تلفنی با کشورهای همپیمان آمریکا و کشورهای گروه 7 به آنها اطمینان داد که کمک‌های ایالات متحده به اوکراین ادامه خواهد یافت. این تماس‌ها بعد از آن انجام می‌شود که به دلیل برکناری بی‌سابقه رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در مورد زمان‌بندی کمک‌های آمریکا به اوکراین نگرانی‌های ایجاد شده است. جمهوری خواهان که کنترل مجلس نمایندگان آمریکا را در اختیار دارند روز سه‌شنبه در یک رأی‌گیری تاریخی کوین مکارتی از حزب جمهوری خواه را برکنار کردند. جمهوری خواهان تندرو کوین مکارتی را متهم می‌کنند که به اندازه کافی برای کاهش هزینه‌های دولت فدرال در مذاکرات با دولت بایدن تلاش نکرده است. برخی نمایندگان حزب جمهوری خواه می‌گویند که منابع مالی که برای اوکراین تخصیص داده می‌شود می‌تواند صرف امنیت در مرزهای کشور شود. بعد از اعلام این خبر جو بایدن در همان روز بار دیگر از اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان خواست که به پشتیبانی مالی از اوکراین ادامه بدهند. آمریکا 25 فرد و نهاد چینی را به اتهام تولید یا توزیع مواد شیمیایی مورد استفاده در ساخت ماده مخدر مرگبار فنتانیل تحریم کرد. فنتانیل یک مسکن بسیار قوی است و از عوامل اصلی افزایش اعتیاد در آمریکا به شمار می آید. مریک گالند دادستان کل آمریکا گفت زنجیره تامین فنتانیل اغلب با شرکت‌های شیمیایی در چین آغاز می‌شود و با مرگ آمریکایی‌ها پایان می‌یابد.
سفارت چین در واشنگتن هنوز به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر در این مورد پاسخی نداده است. مقامات آمریکایی میگویند که کارتل‌های مکزیکی این داروها را از منابع چینی تأمین و سپس به آمریکا قاچاق می‌کنند. ویلسون جان دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC به شبکه تلویزیونی بین سپورتس گفته است تصمیم برای لغو بازی دوشنبه شب تیم‌های سپاهان ایران و الاتحاد عربستان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از سوی ناظر این دیدار صادر شده و تیم مهمان الاتحاد از این دیدار انصراف نداده است. این اظهارات یک مقام بلندپایه کنفدراسیون فوتبال آسیا به صورت کامل در تضاد با ادعاهای باشگاه سپاهان، محمد رضا ساکت مدیرعامل این باشگاه و همینطور رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران است. دقایقی بعد از لغو این مسابقه محمد رضا ساکت ادعا کرده بود که به زودی شکایتی علیه الاتحاد را تقدیم کنفدراسیون آسیا می کند. باشگاه سپاهان در بیانیه رسمی هم از آماده شدن شکایت علیه باشگاه عربستانی خبر داده بود. منصور جان اما گفته است که ناظر کنفدراسیون آسیا به دلیل شرایط غیر مترقبه تصمیم به لغو دیدار تیم‌های سپاهان و الاتحاد گرفته است. رانندگان هشمند بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایچر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدریلا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 هیدریلاگروپ.com. من عاشق سفر کردنم. همیشه هم دوست دارم با یه کوله پشتی سبک سفر کنم. اوه، این چیه؟ شاید باورتون نشه، ولی من با این میتونم یه قسمتی از هزینه های سفرم هم در بیارم. بیاین بهتون یاد بدم شما هم چجوری میتونین هم سفر کنین هم پول در بیارین. کافیه اپلیکیشن پسنجر رو فور فری دانلود کنین و ببینین تو شهر شما چه کسایی بسته هایی و به مقصدی که شما دارین به اونجا سفر میکنین میخوان بفرستن. حالا وارد اپلیکیشن پسنجر بشین و لیست تمام بسته های موجود رو ببینین. با انتخاب مبدا و مقصد لیست بارهایی که میتونین هم بکنین برای شما نمایش داده میشه. برای اطلاعات بیشتر صفحه ما رو در اینستاگرام به آدرس Find My Passenger فالو کنید. با پسنجر تو سفر بعدی قسمتی از هزینه هاتون رو کاور کنین. بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست. بیژن جواهری که نماینده رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد. بیژن جواهری در جفریز جولری فقط با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310-278-84-85. اوج زیبایی و چکو با بیژن جواهری. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310
441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. بعد از اعلام نام 3 دانشمند تونسی آمریکایی، آمریکایی و روسی به عنوان برندگان نوبل شیمی سال 2023، آکادمی علوم سوئد از درز زود هنگام اسامی این برندگان به رسانه‌های سوئدی ابراز تأسف عمیق کرد. خبرگزاری‌های بین‌المللی بر اساس گزارش رسانه‌های سوئدی پاش کرده بودند که جایزه نوبل شیمی امسال به مونگی باوندی دانشمند تونسی آمریکایی، لوئیس بروس دانشمند آمریکایی و الکسی اکیموف دانشمند روسی به دلیل تحقیقات درباره نقاط کوانتومی، نیمه هادی‌های کوچک با کاربردهای متعدد به ویژه در پزشکی و صنایع الکترونیکی اهدا شده است. آقای باوندی 62 ساله و استاد مؤسسه فناوری ماساچوست است. آقای بروس 80 ساله و استاد بازنشسته دانشگاه کلمبیا است و اکیموف 73 ساله و پژوهشگر شرکت فناوری نانوکریستال در نیویورک است. دوروتی هافنر زن 104 ساله ساکن شهر شیکاگو در آمریکا روز یک شنبه مسن‌ترین چتر‌باز جهان شد. او رکورد مسن‌ترین چتر‌باز را با پرش دو نفره از ارتفاع 4114 متری بر فراز ایالت ایلینویز آمریکا شکست. به دقایقی بعد از فرود به همراهان گفت که سن عددی بیش نیست. دوروتی چتر‌بازی را در سن 100 سالگی آغاز کرد. او میگوید که در نخستین پرش خود مربی را ترغیب کرده بود تا وی را به بیرون از هواپیما هول بدهد، اما در پرش رکورد خود اوضاع را تحت کنترل داشت و مدیریت پرش با او بود. او موفق شد در پرشی که بیش از 7 دقیقه طول کشید یک پشتک هم بزند. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.